با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. امروز هم سه‌شنبه است، مثل هر سه‌شنبه خوب دیگری، 18 اکتبر 2016 است. میدونیم که روزهای سه‌شنبه اولوش این ساعت میریم خدمت آقای رئیسی و از تجربه و دانشش استفاده بکنیم. من یه چند تا نکته رو باید به عرض دوستان در این مقدمه برسونم و خواهش میکنم که خوب دقت کنین. و من وقتی که این تلویزیون رو فکر کردیم که بیایم مثلا یه رسانه درست بکنیم و این حرفا، اگر به سوابق من، کسانی که من رو میشناسن، مدعی هستن که من رو میشناسن، چون ایمیلایی در این زمینه میاد که آقا ما شما رو از قدیم میشناسیم، در اون تلویزیون رنگارنگ که بودین فلان بودی، اینجوری بودی، من بعضت برسونم که اونهایی که من رو از همون قدیم میشناسن تو همین لس آنجلس، هم شهر فرشتگان شاخدار، که هر جا من برم به خدمت آدم ها برسم و عرض ادب بکنم، همشون یه جوری حرمت نگر میدارن. در حقیقت از نادر رفیعی تلویزیون امید ایران که به من گفتش که آقا شما علارغم این که خیلی ما رو فوش دادی، فضیحت کردی، ولی ما به شما احترام قائلیم، برات برای اینکه حرفت از اول همون بوده، موازد مشخص بوده، از این ور به اون ور نپریدی. من به وجدان عمومی، به روح جامعه باور دارم و من معتقدم که مثل هر آدمی که صاحب کرکتر، صاحب روح، صاحب شخصیت، جامعه هم که از تک تک این آدم ها تشکیل میشه صاحب همون روح و شخصیته. به همین دلیل میگی که آمریکایی ها، فرانسوی ها، اسپانیا، نمیدونم اینجور خط عربا، اینجور خطابش میکنی، اون روح عمومیش رو، در حقیقت روح جامعه رو. مثلا من همیشه گفتم کارایی که قوام سلطنه، خدماتی که قوام سلطنه به ایران کرده کم از مصدق نیست، ولی روح جامعه مصدق رو پذیرفت ولی قوام سلطنه رو نپذیرفت. بنابراین اون یه قضاوت عمومیه، یه چیزی توش وجود داره، نگاه میکنه میبینه همه رو میبره زیر ذره‌بین. من در کاری که انجام دادم این بوده که سعی کردم خیلی از آدمایی که امروز هستن، مثل همین جوانی به نام مهدی جلالی که گاه هم بعضی از آدما باش مصاحبه میکنند و بعضی تلویزیون ها حرف میزنن و اینا، من آوردم رو صفحه، باش آوردم، اول با معرفیش کردم. همین آقای دکتر محیط رو من آوردم روی صفحه، مثلا کسی جامعه ایران دکتر محیط نمیشنا. تریتای پارسی رو من آوردم روی صفحه، کسی تریتای پارسی رو نمیشنا. تلویزیون سلام، تلویزیون اسلامی ها، آخوندا، اینه که الان هستن، به اولین بار من آوردم آقای هدایتی رو روی صفحه تلویزیون و وقتی که آوردم نشستم تلفن داشت منفجر میشد، مردم گفتن آقا فوش نده، حرف بزن باهاش، نقدتو بکن، چرا فوش میدی؟ خب و وقتی که تصمیم گرفتم که شرایط، یعنی حکم کرد که من یک رسانه ای رو درست کنم، اول بارم هزار دفعه گفتم این قصه، رفتم سراغ همه کسانی که در این کار اسمی دارن، از آقای مشیری نازنین گرفته تا آقای علیرضای نوریزاده، به همهشون گفتم که ما نیاز داریم یه تلویزیون داشته باشیم، یه تلویزیون بی‌طرف داشته باشیم. و همه اول خوشحال بودن ولی به دلایل خودشون هیچ کدومشون همراهی نکردن و من گفتم پس من میرم شروع میکنم و وقتی که شد و شما دیدید که میشود، اون وقت شما اگه دلتون خواست بیاید. که امروز میبینی که بالاخره تلویزیون میهن بر اساس آمار، بر اساس حرف نه، بر اساس دقیق نمره، وقتی که مثلا تو کانال یوتیوب میری نگاه میکنی، یوتیوب میهن تیوی رو میزنی، خب میبینی که اعداد و رقمی داره،
وقتی یوتیوب بی بی سی و وایس اف امریکا یا حتی من و تو رو مقایسه کردم، گفتم تو من و تو فقط برنامه های مثل نمیدونم بهش میگه سرگرمی، ما بهش میگیم خونسا، مثل من و تو اون فضاحت مثلا 30-40 هزار تا نگاه میکنه، ولی تو بی بی سی، تو وایس اف امریکا ویدیوهاشون به طور متوسط 400-500 تاییه، بیشتر ندارن. بهترین برنامه شون برنامه آقای فلاحتیه، ولی مثلا بی بی سی که سگمنت های نیم ساعته اینا همه غالبا درست میکنن، خیلی کمه توشون یک ساعته و نیم ساعته، خب بهتر میشه ببینی تا نیم ساعته رو. اون بی بی سی مثلا بستگی به اون کسی داره که باش مهمان برنامه است، بر اساس اون هر چقدر اون جنجالی یا کانتروورشال باشه تعداد ویدیوهاش بالا میره، ولی در مجموع ویدیوهای میان تیوی نمره های بزرگتری رو داره به خاطر حضور شخصیت هایی که تو این تلویزیون هستن، مثل آقای رئیسی، مثل آقای یغمایی، مثل آقای خراسانی، مثل آقای مصداقی، مثل همه کسایی که هستن، و شما ویدیوها رو میتونید نگاه کنید دیگه و مقایسه کنید. هدف من از همون ابتدا که این کار رو شروع کردم در سال 2001 وارد صفحه تلویزیون شدم، این بود که یه پایگاهی باشم برای معرفی افکار مختلف به مردم، بگم آقا جامعه اونجوری که من میخوام نیست، اونجوری که دلم میخواد نیست، اونی که هست هست، اونی که اون هسته، نه اونی که من دلم میخواد، نه اونطوری که باید باشه، نه اونطوری که بوده، اونطوری که هسته و همینی که هست. و تلاشم بر این بود که تلویزیون میهن رو از تلویزیون سعید بهبانی بکنمش تلویزیون میهن. امروز اعلام میکنم که موفق شدم، میگن تلویزیون میهن، آقای رئیسی تو تلویزیون میهن حرف میزنه، آقای مصداقی تو تلویزیون میهن حرف میزنه. این خیلی مسئله مهمیه که منو از تلویزیون سوا کن. من یه موقعی که همین داستان شورای ملی شاهزاده رضای پهلوی بود، اعتراضم این بودش که آقا شما نمیتونی بگی یکی از طرفداران برنامه یاران آقای میبودیه. اولا خود آقای میبودی خودی زیر اون ورقه را هرگز به اسم خودش امضا نکرد، هرگز آقای نوریزاده امضا نکرد، هرگز آقای تقی‌زاده امضا نکرد. اون اولش گرم بود، نه الان که فضاحت شده. من میگفتم آقای این برنامه یاران یه برنامه عمومیه، یه طرفش مخاطبه، یه طرفش این آدمای مختلفی هستن که تو این برنامه شرکت میکنن، این که نمیتونه طرفدار یه جریانی باشه، که چون که توش آدمای مختلفن، بینندهش یه طرف داستانه، بیننده ها که همه یه جور فکر نمیکنن، که این که بنویسیم که آقا نظراتی که گفته میشود نمیدونم با برنامه سازان و نمیدونم مدیر فهم میکنه، اینا من قبول ندارم. بایستی که مخاطب صاحب این درک باشه که بدانه که آدم ها متفاوت میاندیشن، آدم ها با همدیگه فرق میکنن، غلط و درستشو اون روح جامعه تشخیص میده، اون میفهمه، غالبانم درست میفهمه، بهش میگن قضاوت تاریخی. یه نفر یه ایمیلی زده بود و تلاش میکنم که اون ایمیلو، می آخرین ایمیل، از این ایمیل ها زیاده، منم به دوستان گفتم که تلاش میکنم اینا رو براتون بخونم. نوشته که آقای رئیسی برای بازی مکرر از فتوشاپ عکسای بچه های مجروح سوری صحبت کرد. همه ما از دیدن تصاویر به عنوان یک مادر یا پدر اشک از چشمانمان سرازیر می شود. خواهش دارم از ایشان یا از قول من یا همین انشا یا انشای کوتاه‌تر یا از قول خودتان بپرسید آیا ادعایشان در ابراز این مسئله مستدل به مدارک است؟
من شخصا نه به دینی اعتقاد دارم، نه به حزبی، نه به هیچ کشش فکری به شرق و غرب دارم. برای تشخیص درست یا نادرست بودن هر چیز از سرمایه ضعیف فکرم کمک میگیرم. شما برای این برنامه سیاسی اجتماعی خیلی زحمت کشیدی، دریغا که ابهاماتی باقی بماند. با بهترین آرزوها برای شما آقای رئیسی و خاندان گرامیتان، مسعود از آلمان. این پرسشی است که چندین باره پرسیده شده که آقای رئیسی این مطالبی رو که بیان میکنه ریفرنساشو به ما نمیگه، نمیگه از کجاست و اصطلاح میکنه که بایستی که خب آدم که صحبت میکنه ریفرنسش رو بگه. اما من از این داستان میگذرم. پرسش من از آقای رئیسی امروز این خواهد بود، این رو به عهده خود آقای رئیسی میذاریم که پاسخ این دوستان رو بدهد. اما پرسش من، دنیا در حال تغییر و تحول، دائما این کار اتفاق میفته، مربوط به امروز و الان این لحظه نیست، همیشه اینطوری بوده و همیشه اینطوری هست. ما توی دنیای غریبی داریم میسن. دیشب نگاه میکردم که روسا رفتن با ژاپنی ها قرارداد آشتی امضا کردن. میدونی که بعد از جنگ جهانی دوم اختلافات زیادی بر سر تعرض جنگی وجود داره. اون میگه بخشی از جزایر من روسا گرفتن به نمیدن فلان اینا، ولی روسا با ژاپنی ها به توافق رسیدن که آشتی کنیم با هم دیگه. چینی ها با روسا به توافق نرسیدن، سر این بحث دارن و اون میگه که هنوز بخشایی از من در اشغال اونه، اون میگه نه اینا مال منه، ذاتن از اول جهان اینا در اختیار مملکت روسیه بوده، هنوز هم مال روسیه است و آشتی نمیکنه. از یه طرف نگاه میکنیم میبینی که چینی ها حرکت کردن رفتن تو کامبوج، محل خمرهای سرخ، محل پلپوت که اون جنایت جنگی رو انجام داد تو سالهای 70 و به پشتیبانی چینی ها. مردم کامبوج امروز اون چیزی که تلویزیون دیروز نشون میداد، امت همیشه در صحنه، گفتش که نه ما خیلی راضی هستیم برای اینکه چینی ها میان اینجا کارخونه میزنن، کار تولید میکنن، اقتصاد میگرده، ما هم میریم کارگر کارخونه میشیم، حقوق میگیریم، زندگیمون از این فلاکت بیرون میاد، پس ما خوشحالیم از اینکه اومده. ما کاری نداریم که تو 40 سال پیش از این، 50 سال پیش از این در این مملکت کشتار میکرده چه میکرده. 1970 2016 دوره 2017 میشیم، بالای 40 ساله که اون داستان از روش گذشته. نگاه میکنیم اینیم روسیه شروع کرده به در حقیقت ایجاد پایگاه کردن، گفتم رفته سراغ ژاپنی باش آشتی کرده، هر جا که برسه داره بر میگرده و پوتین پایگاه خودشو یا روسیه داره پایگاه خودشو پیدا میکنه. روسیه در شرایط داره این کار میکنه که در تحریم اقتصادی از طرف اروپا و آمریکا قرار گرفته، ولی مخارج نظامی میکنه، میره اینجا و فکر میکنه که از این طریق میتونه موفق بشه. یه بار تاریخ نشون داد که شکست خورده، نمیدونیم این دفعه چه اتفاق میفته، ولی حرفم اینه که آمریکا هم در این داستان یک دوچار یک نوع تعلل است و آقای اوباما معتقده که ما دیگر نمیتوانیم پلیس جهان باشیم و نمیخواهیم پلیس جهان باشیم، ما یک قدرت فراقدرت هستیم و به خاطر اینکه خیلی قدرتمون زیاده نیازی نداریم ارتشمون رو روانه کنیم به هر کجا، ما از طریق قدرتمون میتونیم هر کاری که دلمون بخواد انجام بدیم. چنان که مثال هم میزنه، میگه در مورد ایران بدون اینکه یک تیری شلیک بشه ما همه مسائل پیشرفت اتمی ایران رو جلوش گرفتیم، نذاشتیم ایران اون کار رو بکنیم، همه هم خرج کردن، بالاخره درش رو گل گرفتیم، تو تمام معادنش دوربین گذاشتیم، نگاه میکنیم هر حرکت رو دنبال میکنیم و ایران به این فضاحتی نشسته که امروز شاهدش است. از یه طرف نگاه میکنیم اینی تو عراق امروز به موسل
از روز دوشنبه حمله کردن و همه دارن فریاد میزنن که هشت شعبی، یعنی نیروهای طرفدار، یعنی نیروهای جمهوری اسلامی در اونجا دارن جنایت میکنن، هر کی بر راه میرسن سرشو میبرن. گفته آقا این انسان دوستانه برخورد بکنی، نوع دوستی رو فراموش نکنی. از طرف در سوریه شهر حلب رو داریم. روسیه امروز اعلام کرده که من 8 ساعت پیش از موعد مقرر آتش بازی هوایی رو متوقف کرده و به هر حال دنیا در یه چنین شرایطی داره به سر میبره. بریم از آقای رئیسی بپرسیم که او این صحنه رو چجوری می‌بینه. این آیا آمریکا رو در جهت زوال می‌بینه، در جهت فروپاشی می‌بینه؟ چون آقای خمینی هم معتقد بود که من روسیه رو شکست دادیم. جمهوری اسلامی میگه آقای خمینی گورباچوف رو وادار کرد که روسیه بریزه و آمریکا رو هم ما میشکنیم و میریم تو اونجا رو میکنیم حسینیه و الان میبینی کردن دیگه. عملا میبینی تو تورنتو دسته سینزنی رو، تو واشنگتن دسته سینزنیه، تو لس آنجلس سینزنیه، تو لندن 14 مجلس روزخونیه. ببینیم آقای رئیسی در این باره چه میگوید. آقا ممنون از حضورت، سپاسگزارم، خوشحال میشم نظرت رو بشنوم. بفهمید خواهش. بله، با سلام و درود به عزیزان، جناب آقای بیوانی عزیز و بینندگان یا شنوندگان هست. اولا من در رابطه با متد کار شما، دوست عزیز، بسیار کار مثبتی انجام میدید. من فکر میکنم حتی متنوع کن از گرایش ها و نحوه های فکری متفاوت و حتی متضاد تا اونجا که در ظرفیت و توان شما هست دعوت کن. اندیشه عین یک کالا هست، باید به بازار عرضه کرد و به اصطلاح قدرت انتخاب رو بالا برد در جامعه. یعنی یه جامعه پلورال، یه جامعه آزاد، جامعه است که این کالا یعنی اندیشه توی ویترین همه مغازه هست، مردم گوش میدن، میشنون، تفاوتها را درک میکنن و بعد میخرن، یک کالایی رو میخرن، یک اندیشه رو میپذیرن. ولی اگر در یک جامعه فقط یک فکر ترویج بشه، قدرت انتخاب از مردم سلب میشه. این همین تاجرای جمهوری اسلامی است که احتکار میکنن، همه رقبا رو به صورت فیزیکی نه تنها در عرصه اندیشه، در عرصه رقابت تجاری هم از میدون به در میکنن و در نوعی مونوپول ایجاد میکنن، انحصار. جامعه هم رو ناچاری مجبوره بخره دیگه. این روش روش پسندیده نیست، هیچ وقت باعث رشد جامعه، رشد فرهنگ نمیشه و این انحصار طلبی و تعصب و ذوب شدن در اشخاص و افراد و یا یک فکر و یا یک ایمان برای جامعه بسیار خطرناک. این از دوم، در مورد این شنونده محترم یا بیننده محترم، دوست گرامی من، در جنگ ها بزرگترین قربانیان جنگ ها نظامیان نیستن، گرچه صفحه اول جبهه می جنگن، سربازان نیستن. تو جنگ های بزرگ و فراگیر بخصوص غیر نظامیان هستن و در درجه اول زنان و کودکان هستن. آمارهای جنگ جهانی دوم به خوبی گویای این هست که در خود روسیه به اصطلاح 22 میلیون انسان، 23 میلیون انسان کشته شد. یک بار از طرف مهاجمین این کار صورت گرفت که شهرهای وسیع رو گرفتن، تا عمق 500 کیلومتری خاک شوروی پیش رفتن.
به دروازه های مسکو رسیدن، به دروازه های لنینگراد رسیدن، به دروازه های استالینگراد رسیدن. خب مردم لنینگراد در محاصره 999 روزه قرار گرفتن. در اونجا در تنگناهای وحشتناک این مردم قرار گرفتن. کف خیابان ها را هم به اصطلاح اسفالت ها را کندن که کشاورزی کنن، تا سیب زمینی بکنن، تا نمیرن. من هیچ وقت این صحنه رو تو زندگیم فراموش نمی کنم. لنینگراد بودم، یا الان اسمش پتروگراد دوباره شده، رفتم گورستان جنگ، بازدید از گورستان جنگ. 500,000 انسان تو این گورستان خوابیدن و یک سنگ عظیم صخر مانند، این بزرگتری شاعره شوروی، شعری در وصف جانبازی و فداکاری این مردم در دوران محاصره فاشیستی سروده بود. ولی هولناکتر از همه یادداشت‌های روزانه یک دختر بچه 9 ساله بود که اونجا در اون ورودی به صورت یک موزه این یادداشت نوشته شده بود. شگفت انگیز بود، تکان دهنده بود. نوشته بود: دیروز پدر مرد. به سادگی. روز قبل نوشته بود: مادر مرد، برادر مرد، و امروز نادیای 9 ساله تنهاست. همین، ساده است. ولی کمتر انسانی است که این به اصطلاح بیان زنده، بیان یک کودک رو، فاجعه‌ای که برای یک کودک رفته که همه چی رو دست داده رو ببینه، بخانه و گریه نکنه. یه نمونه از میلیون ها کودک اینجوری است. شاید ترسناکترین و خوفناکترین عوارض جنگ اون چیزیست که بر سر کودکان میاد، که تن انسان رو میلرزونه. از شقاوت و بیرحمی جنگ سالاران نفرت عظیم و پایان ناپذیر پیدا میکنه که برای مطامع خودشون چرا چنین صحنه های دلخراشی رو ایجاد میکنن. و اتفاقا یکی از مدارکی که در دادگاه نورنبرگ که بر علیه سران فاشیست تشکیل شد، همین یادداشت‌های روزانه همین دختر لنینگرادی بود که شما جنایت علیه بشریت کرده. یک نمونه. پس بنابراین هیچ کس از کشته شدن کودکان، هیچ انسانی، البته انسان های هستن بی‌تفاوتن کامل، چون اینجا بلافاصله یه سری هستن که این کودک کجایی بود؟ آفریقایی؟ آیا خب صنایع دلخراش کودکانی که مادر سیاه‌پوست پستانش پوست شده، هیچ شیر نداره، ولی به طور غریزی این بچه آویزون شده به پستان، خودش هم پوست و استخوانه. خب اگر این دوستان کودک دوستن، دیگه باید فرق براشون نمی کنه که این کودک در اثر بمباران مرده یا در اثر گرسنگی ناشی از سیستم اقتصادی حاکم مرده. به این مرگ تدریجی است، هولناکه. یک صحنه ای رو یک عکاس اروپایی خانم از آفریقا عکس گرفته که کودک گوشت و پوست و استخوانی آفریقایی لحظات پایانی مرگش است. تا جایی که هزاران، صدها هزار مگس
رو صورتش هست، یعنی نای رم دادن کودکان، این مگس ها رو نداره. لاشخور هم بنا به غریزه تشخیص داده این لحظه آخر مرگش است، آمده یواش یواش لاشخور ها کینو بخورن. و این عکاس با خونسردی وحشتناک این صحنه رو عکس برداری میکنه و این عکاس بعدها دچار بیماری روانی و تنش‌های شدید شده که چجوری صبر کرده، تحمل کرده تا این عکس رو در تاریخ به ثبت برسونه. من هم مثل شما شدیدن نگران کودکان، چه سوری، چه عراقی، چه ایرانی، چه آفریقایی، چه هر جای جهان هست هستم. ولی از شما میپرسم، خب شهر کیف، شهر مینسک، شهرهای بسیاری یا همین استالین لنینگراد در محاصره هستند یا تسخیر شدن توسط فاشیسم، چیکار باید کرد؟ باید بمباران نکرد، شهر رو پس گرفت، باید موشک باران نکرد، باید کاتیوشا نینداخت، باید به خاطر اینکه غیر نظامیان که خود روس هم هستن و ارتش روس، ارتش شوروی آمده بخواهی شهرها رو آزاد کنه و میدونه بمباران های مکرر مردمی که در اونجا هستن هم کشته میشن، چی کار باید بکنه؟ باید صرف این که زن و کودک کشته میشه شهر رو پس نگیر از فاشیستا، یعنی فاشیستا در پناه گروگان هایی که گرفتن، یعنی مردم شهر، بتونن حکومت خودشون رو استمرار بدن، استقرار بدن، پایدار کنن، یا منطقه جنگه. شما اساسا پس بنابراین بر علیه جنگ باید برند شید، هر نوع جنگ. ولی وقتی که رفت در فاز نظامی و جنگ، اونجا دیگه منطق خاص خودش رو داره، یعنی اونجا نظامی شجاع، میان پرست، انسان دوست یا هرچی اسمشو بذاریم، اون سربازی اطلاق میشه که شهر از دست فاشیست نجات بده، شهر از دست تروریست نجات بده. اونجا معیارها و ارزش‌گذاری ها فرق میکنه، گرچه این بابا میدونه که هر بمبارانی، اون خلبان هم میدونه، اون کسی که توپ میندازه، کسی که گلوله تانک میندازه، اونم میدونه که حلب رو بمباران میکنه که به اصطلاح استقامت داعشی ها و جبهه النصری ها و این تروریست ها رو در هم بشکنه، تلفات انسانی داره. چیکار باید کرد؟ من به نظر من اونجایی که برای آزادسازی شهر، همونطور خود خرمشهر خود ما، اشغال عراقی ها در آمده، بومیان هستن، ایرانیانی که هنوز ماندن اونجا، چیکار باید کرد؟ باید به خاطر اینکه ایرانی ها کشته نشن، اساسا طرح حمله به برای بازپسگیری خرمشهر رو رها کنیم؟ کسی این منطقه نمیپذیره. اما کودک دوستی رو اگر شما دارید، همین نمونه تبلیغات رو میخوام بگم. الان به اصطلاح این نیروها به موصل حمله کردن، لازم تعداد جمعیت هم موصل با حلب قابل مقایسه نیست، چون اون در بخشی که تروریست ها مستقر شدن در حلب شاید 200,000 نفر انسان گروگان گرفته شدن توسط تروریست ها، اونا را سپر دفاعی خودشون قرار دادن که تا اینجاش کار اونها هم بر اساس منافع خودشون. همین وضعیت کاملا مشابه و به مقیاس بزرگتر در موصل هست، یعنی 1.5 میلیون انسان اونجا اسیر داعشن، گروگان گرفته شد. ولی تبلیغات آمریکا، انگلیس، اروپا، ناتو، همه این عملیات رو عملیات نجات بخش میدونن، برای سرکوب داعش معرفی میکنن. خب منم باش موافقم البته. خب این بمبایی که آمریکایی‌ها با هواپیما می‌ریزن توی
مرسل. فقط این بمبا میرن خیلی هوشمندن، نه میرن میگردن یه داعشی پیدا کنن، ازش هم بپرسن حتما پاسپورتش یا کارت شناساییش هم ازش بگیره این بمبه، وقتی دید داعشی اونجا منفجر بشه یا نه از اون بالا میندازه، میتونه داعشی کشته بشه، میتونه شهروند کشته بشه، میتونه کودک، میتونه زن، میتونه انسانهای بیگناه. یا الان گلوله باران ها توسط پیشمرگ های کرد اونجا صورت داره میگیره، با تانک، توپ، خمپاره انداز، با مسلسل سنگین و سبک، با همه چی دارن جنگ هم تهاجم کردن. آیا فکر میکنید این گلوله ها فقط داعشی ها رو میزنه یا ارتش عراق؟ چگونه است از خودتون سوال کنید که تو این عملیات یکی از نیروهای اصلی ستون عملیات حشد شعبیه، یعنی همین نیروهای شیعیان هست که تنها در جسارت در مقابل داعشی ها اینا از پسشون برمیان و اینقدر عربستان تبلیغات کرد آمریکا که اینا رو در جنگ شرکت ندید، اینا شیعه های افراطی هست، ولی اینقدر کارایی دارن که به اصطلاح دولت عراق میدونه که بدون اینها نمیتونه از پس داعش برمیان. 60-70 هزار نیروی بسیار بسیار رادیکال و توان ایمانی رزمشون بسیار بالاست. خب چرا جلوش نگرفتن؟ چرا آمریکا جلوی اینا رو نگرفتن؟ چرا جلوی جمهوری اسلامی رو نگرفتن که توی عملیات سپاه پاسداران در عملیات آزادسازی موصل هست؟ من نمیدونم چرا اینجا، چون همسو با منافع آمریکا هست، هیچ صحبتی از کودک نمی کنن، هیچ صحبتی از زنان و بیگناهان نمی کنن، هیچ عکس و تصویری رو ارائه نمی دن. ولی وقتی که حلب هست، چون اونجا داعشی ها یا جبهه النصری ها ستون پنجم نفوذ آمریکا و غرب و ناتو در سوریه است، اونجا ما مصیبت ها را می دستن. یعنی اینجا دو معیار است، دو اخلاق رفتار می کنن. یعنی اونجا که تروریست ها مال منه، آقا تو نباید بکشی، تو نباید حمله کنی بهش، ولی اگر تروریست ها یه جا بر علیه منافع من باشه، همون گروه در سوریه همین داعش مورد حمایت آمریکاست. جبهه النصر مورد حمایت آمریکا و غرب و انگلیس و همشون هست، ولی در عراق چون منافعشون طور دیگه عمل میکنه، همون گروه، همون نام، همون آدم و همون فرماندهی متفاوت رفتار میکنن. اینجا این اخلاق دوگانه رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ اگر کودک مشکلتون هست، خب مگر در معاصر اقتصادی عراق بنا به گزارش یونیسف و بنا به سؤالی که CNN از خانم اولبرایت وزیر خارجه آمریکا کرد که آیا این معاصر اقتصادی که 500,000 کودک عراقی از گرسنگی، فقر و بی غذایی و بی دارویی مردند، از این منابع معتبرتر میخواد این 500,000 مردن ارزش این کار رو داشت؟ همین خانم اولبرایت دموکرات گفت آره ارزش این کار رو داشت. که چی؟ ما برای رسیدن به هدف، یعنی سرنگونی صدام، حالا نمیدونیم کودکم مردن که مردن، مگر برای رسیدن به هدف یعنی به اصطلاح به زانو در آوردن امپراتوری ژاپن بمب اتمی ننداختن؟ نمیدونستن بمب اتمی کودکان رو میکشه، زنان رو میکشه، حیوانات رو میکشه، جنگل ها رو با خاک یکسان میکنه، طبیعت رو نابود میکنه و نسل ها اندر نسل کودکان ناقص الخلقه به بار میاره؟ نمیدونستن؟ و آیا واقعا ژاپن بدون بمب اتم شکست ناپذیر بود؟ دروغ محضی است. بنا به همون منابع آمریکایی، ژاپن بیش از 3 ماه دیگه، یعنی از همون زمانی که بمب اتم انداختن تا 3 ماه بعدش هم به زانو در اومد. چرا؟ برای اینکه کاملا روشن بود که
سوخت نداره، یعنی نفت نداره، برای که تمام خود ژاپن که نفت نداشت، منابع نفتیش در برمه در جاهای مختلف پس گرفته شده بود، ذخایر استراتژیکش هم برای 3 ماه بیشتر نبود، یعنی بعد از 3 ماه دیگه کشتیهاش سوخت نداشتن، هواپیماهاش بنزین نداشتن و خیلی راحت میتونست تسلیم بشه. چرا آمریکا این کار کرد؟ چرا نیش از 300-400 هزار انسان رو کشتن و کودکان بودن؟ چون خیلی روشن بازی قدرت براش کودک و زن و شهر و حیوان و دریا و زمین و آسمان مطرح نیست. چون ارتش شوروی طبق قراردادی که با آمریکا و انگلیس داشت، 1 ماه بعد از فتح ژاپن، بعد از فتح برلین، باید اعلام جنگ کنه با ژاپن و وارد جنگ بشه. آمریکایی‌ها اصلا تصور نمی‌کردن که ارتش شوروی به این سرعت ارتش ژاپن رو تارمار کنه. فکر می‌کردن زمان می‌بره. 1 ماه بعد از فتح برلین برای انتقال نیروهاشون به شرق، ولادیوستوک و منچوری، با راهن تمام نیروهاشون رو منتقل کردن اونجا. وقتی که مستقر شدن اعلام جنگ کردن، تا اون لحظه اعلام جنگ با ژاپن نکردن و ژاپن هم اعلام جنگ با شوروی نکرده بود. در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حمایت از چریک‌های کمونیست چینی که در رأسشون آقای ماو بود، ارتش منچوری ژاپن که 3 میلیون نیرو داشت، بسیاری از کارخانجات نظامی ژاپن در منطقه منچوری بود، اسلحه سازی همه اینا رو داشتن اونجا برای خودشون. در کوتاه‌ترین زمان ممکن و باور نکرد در این زمان ممکن، این ارتش شکست ناپذیر شکست خورد و چین به سرعت به طرف آزادی حرکت میکرد و همین جزایر چندگانه ژاپنی به تصرف روسا درآمد، جزایر کوریل که الان بعد از این همه سال دعوای مورد مناقشه ژاپن و روسیه روی همین جزایر کوریل است که بر دریای ژاپن مسلطه و اونجا رو پایگاه استراتژیک کرده روسیه برای خود شوروی و در حقیقت روسیه امروز. آمریکایی ها دیدن باز مثل برلین داره میشه، برلین هم شوروی ها فتح کردن، برلین پایتخت آلمان رو شوروی ها فتح کردن، نکنه اینا بیان دوباره ژاپن هم بگیرن و سرعت عملشون بسیار بالاست. اینجا بود برای جلوگیری از این حادثه بمب اتم رو زودتر به کار انداختن که زودتر ژاپن رو تسلیم بلاقی به شرط کنن که کردن. یعنی در حقیقت هیچ مبنای عقلانی نداشت، انسانی نداشت و حتی مبنای نظامی نداشت که ژاپن رو با این ابزار توجیه کنه، مگر رقابت‌های بعدی که در بطن خود قدرت نهفته شده بود. البته ژاپنی‌ها این استدلال میکنن که آمریکایی‌ها نژادپرستن، این بمب رو هیچ وقت بر علیه آلمان‌ها به کار نمی‌بردن چون در صورت نژاد سفیدن. این استدلال بخش از ژاپنی ها شد. خب حالا این دوستان وقتی که به من در مورد کودکان حلب میگن، از نظر اینا کودکان عراقی یا آفریقایی یا ایرانی یا هر جای دیگه یا افغانی هم کودک هم، چرا اینجا سکوت محض میکنن؟ من توی یکی از برنامه ها صحبت ها با آقای بیبانی در مورد فاجعه‌ای که بر کودکان عراقی رفته مفصل صحبت کرد. به دنبال صحبت من یک مرتبه دیدم که شبکه‌های مختلف بین المللی دوباره این مسئله رو فعال کردم که پاره تازه ترین اسناد فاش شده آکی از اونه که ارتش آمریکا در جریان اشغال عراق در سال 2003 از بمب‌های حاوی اورانیوم تهی شده
یا تضعیف شده استفاده کردن. چون این چگونه بمبایی است که اون کلاهکش نوکش از اورانیوم استفاده میکنم، چون وقتی که به هدف برسه، یعنی تانکی یا یک تاسیسات بتون آرمی یا تاسیساتی، حرارت به شدت بالا ایجاد میکنه، ذره هر تانکی رو سلاخ میکنه و نابود میکنه. به خاطر این بسیار مرگبار این نو بمب ها و این نو راکت ها و این نو چیز ها. ولی اثرات هولناک به جا میذاره. به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، مؤسسه شبکه فراگیر اطلاعات منطقه‌ای مستقر در نایروبی پایتخت کنیا، اسناد جدید را از تخلفات آمریکا از قوانین بین‌المللی به دست داده که تاکنون از افشای آن خودداری شده بود. خوشبختانه من 3 یا 4 هفته پیش این صحبت را کردم، ولی تا حالا پنهان مونده بود که الان آدرس دقیقی رو به شما میدم. این اسناد که سازمان غیر نظامی پاکس PAX مستقر در هلند به دست آورده، حاصل گزارش ها و تجزیه تحلیل نمونه هایی است که در اختیار دانشگاه جورج واشنگتن در سال 2003 قرار داشته، اما نتایج آن تا کنون محرمانه مانده بود. استناد من که 4 هفته پیش، البته این صحبت رو من چندین سال پیش هم دوباره کردم، هیچ که توجه نکرد. استناد من به یک گزارشگر حقوق انسانی بود که از خود کالیفرنیا بود، شخصی یهودی بود، یک مؤسسه انسان دوستانه داشته که خودش رفته بالینی تو عراق تو بصره، صحنه ها رو دیده و تکان دهنده براش بوده، ولی گزارشش رو هیچ کس مستند نمیکرد، قبول نمیکردم. اما نتایج اون تا کنون محرمانه مانده بود. در این اسناد تاکید شده که ارتش آمریکا با استفاده از جنگنده های نوع A10 دست کم 116 بار اهداف آسان نظامی مانند مقرها، خودروها، کامیونها را با تسلیحات حاوی اورانیوم تویی شده هدف قرار داده. حملات با اورانیوم ضعیف شده 16% اهداف ساختمانی، 35.6% اهداف آسان و ساده، 42% سربازان رو شامل شده و همچنین 33.2% واحدهای زرهی و 10.4% واحدهای توپخانه رو در بر گرفته. استفاده از این گونه سلاح در سالهای بعد پیامدهای وخیمی برای عراقی ها داشته، علاوه بر آلودگی محیط زیست، اختلالات ژنتیکی در ساکنین منطقه بمباران شده به وجود آورده، موجب تولد نوزادان ناقص الخلقه به مقیاس بزرگ شده و عکساشون هم تو فیسبوک من گذاشتن بعد از این تحلیل های من. بچه که یک چشم در پیشانی داره، بچه های وحشتناکی که به اصطلاح دهان ندارن، بدناشون کجه، به اصطلاح کوکش، سر و کله هاشون طرز عجیب غیر عادیه، بچه های ناقص الخلقه. خب این را جمع بکنید با 500,000 کودک عراقی، چرا رسانه های غربی خفه خون گرفته بودن اونجا؟ یک مرتبه برای ایجاد روسیه حراسی، الان انگلو ساکسون ها به شکل انبو و وسیع در رسانه هاشون سعی میکنن روسیه حراسی را بندازن. همونطور که سابق بقای نظام خودشون رو در شوروی حراسی میدیدن، به یک مدت کوتاهی هم ایران حراسی رو در دستور کار خودشون قرار داده بودن، یک مدتی هم تروریسم رو در دستور کار خودشون قرار دادن، تروریسم حراسی بعد از 11 سپتامبر، دیدن که خب این مجموعه رو کسی آنچنان جدی نگرفته که یک اجماع بین المللی، یک اتحاد بین المللی، مثلا همون حراسی که آمریکایی‌ها دارن آلمان هم داشته باشن، فرانسوی‌ها، سوئدی‌ها، نروژی‌ها این حراس مشترک داشته باشن تا برن زیر چتر آمریکا برای بقا، برای دفاع و ایجاد امنیت. چون دیدین تو حمله به عراق
صدام حراسیشون با اجماع جدی روبرو نشد. در لیبی همچون وضعیتی دیدیم. آی اتم، بمب اتم، بمبای شیمیایی مثلا هیتلر رو کردن یا صدام حسین رو قذافی رو کردن هیتلر. اینا پروپاگاند اسمش من میذارم، تبلیغات. من تعجب میکنم از این دوستان ایرانی من تا چی میخوان از زیر نفوذ سی ان ان و ای بی سی و فاکس نیوز و بی بی سی و این زهرماران در بیان. اگر تا مادامی که زیر این به اصطلاح افکار شما را، احساسات شما را، این تصاویر اینها میتونن تحریک کنن، شما از سیاست دور بشو. سیاست عرصه احساسات نیست. انسان دوستی، من خودم انسان دوست هستم، تمام زندگیم هم گذاشتم روی این کار و خواهم هم گذاشت. ولی یک چیز را فهمیدم، اونهایی که با اخلاقیات به سیاست نگاه میکنن همواره فریب میخورن. نمونه فریب بزرگ این بود، چون ما اخلاقی فکر میکردیم در سالهای 57، میگفت فکر میکردیم، اون نس فکر میکرد، یکی دوتا هم نه، دروش هم فکرانشون هم قوی بود، که دیو چو بیرون رود فرشته در آید. چرا دیو هست آقای محمد رضا؟ آقا با شورت و مایو میره تو دریا، توی مهمانی ها با کارتر و امثال و اینا شراب میخوره، خانمش هم که با مایو میره تو دریا. بعدش هم احتمالا آقای محمد رضا شاه رفیقه هم داره و ده ها معیار اخلاقی رو، معیار خوب و بد قرار دادیم، حاصلش شد. و از اون طرف هم خوب تبلیغات میکردن از طرف افرادی مثل یزدی و خوزاده و نفهم بنی صدر و دیگران و دیگران، که ما خودمون شاهد بودیم توی عراق. آقا یک زنبوری، یک مگسی آمد توی خانه و ایشون چون حیوان آزار نیستن اقدام به کشتن این مگس مزاحم نکردن، گفتن پنجره رو باز کنید، ایشون هم جانداره، بگذار برون. و یا زنگوله به پاش کردن که ایشون وقتی را میره شیخ زنگوله به پا، مورچه ها بفهمن که یک موجود به اصطلاح داره میاد و مورچه ها برون توی لانه شون که زیر پای آقا کشته نشون. آخ ما سادلوها، یعنی جامعه سادلو، جاده که فقط به سیاست اخلاقی فکر میکنه، توی ذهنمون یه عارف رو میدیدی که روی ابرها را میره و روشن فکر ما مثل آقای حاج سید جوادی که یکی از روشن فکران و معتبر جامعه ما بود، او شعر می نوشت، شعر گونه او می آید با تیشه ابراهیم که بتا را بشکند، با عصای موسی، با طیلسان عیسی، با کلام محمد. وقتی او می آید دیگر کسی دروغ نمی گوید، صفهای استعمار برچیده می شود و و و و و از این شعرها. یعنی وقتی که آقا آمد، نه این داستان ها نبود. نه تنها انسان ها، به تدریج دیدیم سگ کشی را افتاد، حیوان کشی را افتاد، طبیعت کشی را افتاد، دریاچه ها خوش شد، باطلاق ها خوش شد، رودخانه ها خوش شد، نفهم انسان ها فرار کردن، صد ها و هزاران هزار انسان کشته شدن. خب بستون نیست دیگه، چقدر باید تجربه بیاندوزید شما تا دست از این کارا بردارید، تا سیاست رو بفهمید؟ چرا قد با تبلیغات آمریکا، اقدامات بشر دوستانه، تجاوز بشر دوستانه؟ خب اینا چجوری چیز خودشون رو درست میکنن، یعنی توجیه میکنن؟ انگلیسی ها فکر میکنید پذیرفتن هنوز که رفتیم ما هندوستان رو مستعمره کردیم 200 سال؟ میگفت نه، ما سیویلیزاسیون بردیم، تمدن بردیم. خب آمریکایی‌ها پذیرفتن که جنایت کردن در ژاپن، پذیرفتن که جنایت کردن در ویتنام، این همه بمب بیشتر از جنگ جهانی دوم بمب ریختن بر سر مردم ویتنام. اومدن گفتن چی؟ ما رفتیم چیکار بکنیم؟
ملت سازی کنیم. یعنی اینجا یه مش حیوان هستن، ایشون رسالتشون این هست بره ملت سازی کنیم. یا همین چرچیل در مورد همین فلسطینی ها سال 1938 از هیتلر بدتر حرف میزد. همین چرچیل میگفت اگر به صرف این که موجوداتی حیوانی هزار سال نسل اندر نسل در یک جا سکنا بپذیرد، چون انسان نیست حق مالکیت پیدا نمی کند. باید انسان حق مالکیت بر سرزمین پیدا کنه. یعنی چی؟ فلسطینی ها اصلا انسان نیستن که حق مالکیت داشته باشن که ما آقا ادعا میکنن ما هزار سال اینجا هم 1400 سال اینجا هم. میگفتن به خاطر چین این سرخپوستا رو 40 میلیون کشتن اینا. خب بردن پلو پاپ، آقا اینا انسان هم چون بچه هاشون و پستوناشون میارن از جه شیر میدن. شون هم فتوا داد نه نگران نباشین، عذاب وجدان نکشید، شما انسان نمی کشید، شما حیوانات رو دارین رام میکنید. خب وقتی که ما با موجوداتی طرف هستیم که 40 میلیون سرخپوست رو میکشن، میلیون ها میلیون سیاه‌پوست رو، همین انگلوساکسون ها، همین انگلیس، همین سفید پوست ها بر میدارن از آفریقا با جنگ، با دزدی انسان ها، با خرید انسان ها، اینا رو سوار کشتی ها میکنن به عنوان برده میبرن آمریکا. این همه سیاه‌پوست آمریکا با آمریکای لاتین چیکار میکنن؟ برده هستن اینا. الان بزرگترین ریشه های تضاد جامعه آمریکا این است که سفیدپوستا هنوزم نفهمیدن و نمیخوان درک کنن و پلیس آمریکا نمیخواد درک بکنه که اینا انسانن، اینا شهروند آمریکان. هنوزم باشون این رفتار برپرمنشانه رو میکنن که راحت کشتن سیاه‌پوست توسط پلیس امر عادی شده تو آمریکا. ریشش در کجاست؟ اینا هنوز نتونستن این رو از ذهنیت خودشون دور بکنن که بابا تو اینا رو انسان بودن، تو آفریقا سرزمین داشتن، وطن داشتن، تو دزدیدی اینا رو، برداشتی اسیر کردی، برداشتی بردی آمریکا. خب اینا بچه ندارن، اینا انسان نیستن، اینا زن نیستن. بعضی وقتا ما ایرانی ها به شکل خودمونم اسیر نژاد پرستی های پنهان و آشکار این سلطه طلبان بین المللی میشیم که شاید ناخواسته. در صورت میبینیم که به اصطلاح تجربه ویتنام، تلاش آمریکا برای ملت سازی و شهرت نظریه نوسازی رو برای همیشه بی‌اعتبار کرد. نوسازی، توسعه، اینا برای غارت و بربریت که نمیگن آقا ما آمدیم شما رو نوکر کنیم، که و مفهوم سازی میکنن برای عملشون. مفهوم سازی ها برای توسعه اینجا آمدیم، برای دموکراسی آمدیم، برای رعایت حقوق بشر، برای رعایت حقوق زن ها، برای اون ارزش های جهان شمولی که مورد قبول همه انسان های خوب هم هست، انسان های بد هم نمیتونن بذارن زیرش حداقل آشکار، مگر اینکه خیلی گستاخ و فاشیست باشه بگه بیا بگه اصلا من قبول ندارم اینا رو. برای این روشن که در بین این سیاست شکست فضاحت باری خورد و این مسئله چرا ملت سازی همچنان در کانون دستور آمریکاست. یعنی تو باید ملت سازی کنی، تو چه کاری؟ ایران وقتی که شما بربر بودی، ایران 2500 سال سابقه داره، ملت به نام ایران سخن گفته، تمام اجزای تشکیل دهنده دولت مدرن، ملت مدرن رو ایرانی ها دارن. این نیست که تو مصنوعی بخوای خط کشی بکنی این از اون جدا بکنیم بگی این ملت. همون بلایی که سر آفریقا در آوردید، شما نگاه به نقشه آفریقا بکنید میبینید خط انگار خطکش کشیدن توی به اصطلاح خونش، خطکش کشیده اصلا مرز جغرافیایش، اومده چندین ملت و قوم و قبیله رو جدا کرده از همدیگه و جنگ‌های قومی عظیم. وقتی که اینا به استقلال رسیدن دیدن که اگر بخوان بیان بر اساس قوم اینها را دوباره شکل بدن، جنگ های بی پایان داخلی در آفریقا صورت میگیره. کنگره ملی آفریقا اعلام کرد این نقشه کثیف استعمار فلان. همین بلا رو در کجا به وجود آوردن؟ این جدا سازی ها که منشه جنگ ها و ستیز ها باشه، همیشه پاکستان و هندوستانه، به این نقشه هایی که کشیدن.
که هر لحظه ممکنه این دو کشور در آستانه جنگ اتمی قرار بگیرن. در صورت ولی می‌بینیم بعد از حملات 11 سپتامبر منجر به احیای آمیزه از پروژه های ملت سازی و مداخلات خشونتباری بوده که بسیاری از اونها از زمان عقب نشینی خفتبار آمریکا در ویتنام بی اعتبار شده بود. این دفعه چی اومدن؟ مداخلات بشر دوستانه. در کجا؟ در یوگسلاوی آغاز کردن مداخلات بشر دوستانه. من فکر میکنم تنها کسی که تنها دولتی که در دنیا به دلیل اعمال کثیفی که تا حالا انجام داده حق چنین ادعاهایی رو نداره اتفاقا خود آمریکایی هست، دولت آمریکاست. حداقل در مورد ما کودتاهایی که سازمان دادن در ایران، در آمریکای لاتین، در همه جا جنگ ها، مداخله جویی ها، فتنه انگیزی ها و همین حمایت گسترده شون طی 50 سال اخیر از بربرترین اسلامیستا در خاورمیانه، از عربستان، وهابیت، از اخوانی ها، از همین ها، یه کارنامه پلید و کثیفی از اینا به وجود میاره که اسمش رو نمیتونم بذارم مداخلات بشر دوستانه. و بعد الان معلوم شده که اون تبلیغات یا بهتر بگم جنگ روانی کثیفی رو در مورد بالکان برای انداختن در مورد میلوسویچ و اینها کاملا اثبات شده که تمام اونها دروغ بوده. وقتی اینها رفتن گورهای دست جمعی پیدا کنن، گورهای دست جمعی پیدا نکردن. همونطور که وقتی رفتن تو عراق تحت عنوان دو شیوه حزب دموکرات آمریکا تحت عنوان مداخلات بشر دوستانه هدف رو پیش میدن با قدرت نرم، ظاهرا جمهوری خواهان تحت عنوان اینکه اقدام پیشگیرانه، دو تا استراتژی، دو تاش یکیه. اونجا تحت عنوان مداخلات بشر دوستانه میرن تو لیبی، آقای بوش و دار دسته نوکانها و اینا هم تحت عنوان اقدامات پیشگیرانه. یعنی چی؟ یعنی که دولت عراق در آستانه ساختن بمب اتمی است اینا، اما برای که اون اقدام نکنه ما اقدام میکنیم. خب آقای محترم این که هیچی نداشت، چرا جرأت نمیکنی نزدیک کره شمالی بشی؟ چون میدونی داره. مطمئنم اگر عراق هم داشت تو جرأت نمیکنی نزدیکش بشی. یعنی اگر بمب اتم داشت جرأت نمیکردی. در مورد لیبی هم وقتی که آقای قذافی رو تمام خل سلاح کردید زیر فشارهای شما عقب نشست، تمام تاسیساتی رو که اتمی ساخته بود برای انرژی آمدید سوار کشتی ها کردید، برد خسارت هم ندادید، چندین میلیارد قیمت این تاسیسات بوده، عقب نشینی کرد. وقتی که آمدید موشک های برد میان بردش رو از بین بردید، تحویل داد به خاطر اینکه به شما حسن نیت خودش اثبات بکنه که من طرح جنگ طلبانه ای ندارم، طرح تجاوزکارانه ای ندارم، حتی تهدیدی برای اسرائیل نیستم. یعنی من این کار رو کرد قذافی، ولی وقتی شما خلسراش کردید و بی خطرش کردید و احساس کردید دیگه هواپیماتون هیچ آسیبی نمیبینه، اون موقع ناجوان مردانه به طرز نفرت انگیزی حمله کردید. شما اینجوری هستید، شما در راه چیزای انسان دوستانه نیستید اصلا. و پرونده کثیف شما در مورد 11 سپتامبر همین ها نشان دهنده این وضعیت است که از تروریسم بین الملل حمایت میکنید و تمام این داستان ها رو خود شما ساختید. خب همین در مورد جمهوری اسلامی، هر جا که جمهوری اسلامی در کدام طرح عملیاتی در کنار شما نبود، یکی که بگم علتی که بهش حمله نمی کنین هم مشخصه، برای که سر به زنگه ها هر جا ازش خواستید در کنار شما بوده. در مورد بوسنه به اصطلاح نسخه ثانیه تر ایران کنترا، ایران کنترا که با تون بود، خب روشنه که نمایندگی ایالات متحده در کار فراهم آوردن سلاح‌های ساخت چین، کره شمالی و ایران بودن. برای کجا؟ برای بوسنی و یوگسلاوی که بگن نه سلاح‌های آمریکایی نیست، حالا خودشون سازمان دادن. تمام سلاح‌هایی که توی الان سوریه هست خود اینا سازمان دادن.
خود اینا سازمان دادن، از اوکراین گرفته تا اروپای شرقی و همه میلیاردها دلار اسلحه میرن میفروشن، به پولش قطر میده، عربستان میده، یه مرتبه سر از سوریه در میاره. همین کار رو که در مورد یوگسلاوی کردن و همین منابع میگن که ایران با آگاهی و توافق دولت ایالات متحده، همین آقای کلینتون، مافیای خاندانی کلینتون که یکی از مرموزترین خاندانهای آمریکاست، که الان ائتلاف کثیف افریته جنگ خانم کلینتون با خاندان بوش جنگ سالاران آمریکا یک مجموعه ساختم که حتی آقای کارتر دیگه میگه بابا این دیگه دموکراسی نیست، این هیرارشیه، این چیزای اولیگارشیه، دیگه انتخابات نیست. اتفاقا من از این انتخابات اخیر آمریکا خوشم میاد. چرا؟ برای اینکه برای اولین بار چهره واقعی آمریکا، نه اون چهره بزک کرده که بسیاری از روشنفکران ایرانی هم و بسیاری از چپهای بریده و نادم رو و بسیاری از ملیگراهان وطن فروش رو، عرب پرست رو دائما از معیارهای آمریکایی، این ماسک و آقای ترامپ پاره کرد، این ماسک و ویکیلیس پاره کرد، این ماسک رو استنودن پاره کرد، تا چهره واقعی قدرت تو آمریکا رو بشناسیم. پول سالاری است نه مردم سالاری است، شرکت سالاری است نه مردم سالاری است. تا جای پیش رفته که آقای جورج ساروس، میلیاردر معروف یهودی آمریکایی که در راه انقلابات مخملی است، با صراحت روشنی میاد میگه که بله ممکن رأی رو ترامپ بیاره ولی خانم کلینتون انتخاب بشه. یعنی لابی یهود قبلا تعیین کرده کی انتخاب بشه. این اسمش چی است؟ آقای اسنودن افشا کرده که آن چیزی که در به اصطلاح اصول ارزشی آمریکایی خیلی معتبره، یعنی اصول بنیادین لیبرالیسم است که حریم خصوصی انسان‌ها باید محفوظ نگه داشته بشه، این اصل طلایی ارزشی اصول لیبرالیسمه که انسان‌ها باید حریم خصوصیشون محترم بشه. خب حالا من نمیدونم این پایین‌تنه آقای کلینتون و آقای بوش و آقای ترامپ و آقای اینا که الان 70% تبلیغات آمریکایی روی این پایین تنها داره میچرخه، اینا حریم خصوصی هست نیست. آقای اسنودن میگه که 300 میلیون 200 خورده میلیون آمریکایی زیر دستگاه استراق سم رفتن، چک میکنم. خب تا الان رد نکردن. آقای اسنودن گفته که نه تنها اون، بلکه شهروندان جهان هم مسئولیت ندارن، حتی رؤسای جمهوری جهان مسئولیت ندارن، مثل خانم مرکل که متحد آمریکا هست، استراق سم از زندگی خصوصیش هم میکنن. خب این چه اصول ارزشی است؟ خب جمهوری اسلامی، اونا با دستگاه پیچیده استراق سم کار میکنن، جمهوری اسلامی هم به زور به دگنک همین کار میکنه. فرقتون با جمهوری اسلامی چی که به حریم خصوصی انسان ها دخالت میکنید تا نقطه ضعفی از زنی مردی پیدا بکنید و اون رو زیر فشار قرار بدید و علاقه، چه فرقی با شما میکنه؟ فقط شما ظریفتر کار میکنید، اون خشنتر کار میکنید، چون ابزارهای شما رو نداره. دستگاه یکی و به همین دلیل ما نگاه بکنیم توی فرض کن یوگسلاوی، با آگاهی و توافق دولت ایالات متحده برای نیروهای بوسنی شمار زیادی راکت انداز چند منظوره، مقادیر انبوی مهمات تدارک دیدن، از جمله راکت انداز چند منظوره و اینها، از جمله راکت اندازهای 107 تا 122 میلیمتری ساخت جمهوری خلق چین و راکت اندازهای چند منظوره و RPG و R-230 ساخت ایران، که گزارش شده که 400 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مقادیر زیادی سلاح و مهمات وارد بوسنی شده بودن. خب اینجا میبینیم عربستان، ایران، ناتو، ترکیه همه برای ساقط کردن یه ملت وارد گود میشن. اینجا همسو، اینجا همسو هستید کاملا با هم، همونطور که در جنگ افغانستان همسو بودین، همونطور که در جنگ عراق همسو بودین، تصادفی از این همسوری ها، همونطور که در جنگ چچن همسو بودین، با همکاری منتنگاتنگ سپاه پاسداران با به اصطلاح CIA و ISI پاکستان و سازمان امنیت عربستان برای ثبات کردن این مناطق. چرا به اصطلاح توی آمریکا اینقدر با حسنیت
با بخشی از نیروهای سیاسی در جمهوری اسلامی رابطه دارن، با بخشی از نیروهای امنیتی، با بخشی از نیروهای نظامی وابسته به سپاه پاسداران. گزارش شده که 400 عضو سپاه بوده در اینجا. گفته میشه که CIA از این عملیات کاملا با خبر بوده و به علاوه معتقد بوده که برخی از این 400 تن برای عملیات درستی آینده در اروپای باختری گسیل شدن. خب آقا پس بنابراین عزیزم خودتون همه چی رو میدونید. حالا وقتی که منافعت ایجاد بکنه آی سپاه پاسداران تروریسته، پدر جان خودت از این تروریست استفاده کردی در یوگسلاوی برای متلاشی کردن یک کشور، برای تازه فدرال هم بوده یک کشور که تازه با خیلی از موازین غربی هم که انتباق داشته. پس دعوا چی بوده اونجا؟ دموکراسی، حقوق بشر؟ نه، همین آدم ها رو فرستادید از بن لادن، در دسته داردسته بن لادن فرستادید، القاعده فرستادید، همه اینا رو فرستادید اونجا سرب کشی را بندازه، کروات کشی را بندازه، اونجا را محیط آلوده بکنه و بعد اعلام بکنید آقا مداخلات بشر دوستانه. اتفاقا شما به این تروریست های پلید و کثیف احتیاج دارید تا همواره یک کشور رو ناهم بکنن و بعد اون دولت برای سرکوب تروریست ها که اقدام بکنه وای مصیبت ها کودکان مردن، وای مصیبت ها زنان مردن. و مداخلات بشر دوستانه استراتژی آمریکاست. آقا چرا اینو ما متوجه نمیشیم؟ چند بار باید بشه؟ چند بار؟ آیا فکر نمی کنید این پدیده به اصطلاح 11 سپتامبر ساخته ای هست که این مداخلات در آسیای میانه رو تنظیم کرده باشن؟ سال 96 فکر میکنم 97 اینا رو اگر خواستید از من استناد میخواید من مدرکش رو براتون چیز میکنم. یک نامه به وسیله این محافظه‌کار نو محافظه‌کارها تنظیم شده بود که به دولت کلینتون دادن. اون موقع هنوز دار دست بوش نیامده بود که در این نامه پس مسئله اقدام پیشگیرانه رو مطرح کردن که ما باید اقدام پیشگیرانه کنیم. خب در همه جای دنیا داستانم اینجوری بود که شوروی سقوط کرده، قدرتی در مقابل اینا نبود، اروپا زانو زده بود، چینی ها هنوز قدرتی نبودن، روسا در حال فروپاشی بودن، اینا میخواستن تکلیف جهان رو یکسره کنن، همه جا خلای قدرت رو پر کنن و همونطور که طبیعت از خلأ وحشت داره، اقتصاد از طبیعت از خلأ وحشت داره، سیاست هم همینجوری باید پر کنیم. اینا با این تر آمدن شلو و تمام اینا بودن توش، ولفوویز رو، پل رو، رامسفلد و نمیفهم اون پانتی و اون ظلمان خلیزاد و همینا امضا کنندگان نامه هستن که توی یک مجله اسکاتلندی محلی فقط چاپ شده، اینجا منعکس نشد. در اونجا یه جمله کلیدی داره برای تحقق این نقشه، ما به یک پرهالبرگ دیگر احتیاج داریم، یعنی که بتونیم احساسات آمریکایی ها رو به شدت تحریک کنیم، ناسیونالیسم آمریکایی. اما آمریکا در خطره، خودشون این خطرات رو وجود میارن، همونطور که امروز هم باید روس حراسی رو چنان گسترش بدن و تا نگاه ها رو معطوف به دیگه بکنن، چون این روسیه یا پوتین خیلی آدم خونسردی آرام داره نقشه هاش میکشه و جلو میاد. همین در نشست بریکس در شهر گوا به خبرنگاران گفت از برنامه هسته ایران اینها حالا داستان دیگه تمام شده، حالا آمریکا تلاش میکنه از روسیه دشمن فرضی بسازه تا از ذهن عمومی رای دهندگان رزمسازهای داخلی به مسائل خارجی منتقل کنه. اتفاقا همه دولت هایی که کس میارن دچار بحران میشن این کارو میکنه، همونطور که روسیه 1904 بحران داخلی گرفتار شده، جنگ ژاپن رو راه انداخت، همونطور که آلمان ها جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، همه این جنگ ها برای فرار از بحران‌های داخلی است که این نیرو رو به سمت یک دشمن خارجی هدایت کنن. و اینجا هم می‌بینیم که پوتین میگه آنها به این نیاز دارن که به رأی دهندگان بگویند چرا مشکلات حل نشده، حل نشده باقی مانده. همینطور تو آلمان وقتی اقتصاد خراب میشه یک مرتبه میگن تقصیر خارجی است،
یک وقت جو خارجی سیاسی تو آلمان رشد میکنه، اینا از طرف نیروهای دستراسی که خودشون تو قدرت بودن و این وضع اقتصادی خراب رو درست کردن، دائما یه دشمن داخلی و خارجی رو علم میکنن. اینها به این نیاز دارن که به رأی دهندگان بگن چرا مشکلات داخلی حل نشده، و در همین رابطه به مسائل اقتصادی آمریکا اشاره میکنه و از اونها به عنوان بمب ساعتی برای اقتصاد و سیستم مالی جهانی نام میبرن. مشکلات سیاست خارجی آمریکا از جمله مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین متوقف شده. خب ریشه های بحران، هزاران صدها مقاله کتاب نوشته شده، ریشه های بنیادگرایی اسلامی که روش کرده، همه مسئله حل ناشده مسئله فلسطینه. این پدیده‌ای که به وجود آمده از خانم کلینتون، الان ویکیلیکس افشا کرده که گفته، به صراحت گفته برای ایجاد امنیت اسرائیل باید سوریه نابود بشود قبل از اینکه به اصطلاح سوریه به روز بیفته. یعنی اینا نقشه داشتن که آقا سوریه رو نابود کنن که امنیت اسرائیل، چند ملت، چند دولت، چند کشور، چند هزار کودک و صدها هزار کودک دیگه باید بمیرن تا امنیت اسرائیل تامین بشه. همین حمله به عراق بر پایه یکی از بنیادی ترین چیزاش بود که به اصطلاح امنیت اسرائیل تامین بشه. اتفاقا انقلاب ایران هم یکی از پایه‌هاش این بود که شاه بیش از حد قدرت پیدا کرده و نگرانی برای اسرائیل است که باید شاه بره. یکی از پایه‌هاش باز تو دلیل همینه، تا کی، تا کجا. و ایران، برنامه هسته ایران هم خب آنطور که باید عمل نکرد، ایران حراسی گسترده را بندازن و داستان حمله رو سازمان، داستان روسیه بسیار جالب تره. به نظر من این کارتی است که ایالات متحده آمریکا داره باش بازی میکنه. حالا اتفاقا یه مش به قول معروف چی میگن، جهان سومیه، نادان که نمیدونه این سیاست ها هم بر علیه خودشونه. یه سری از روشنفکران بسیار ارزان قیمت ایرانی و سیاسون ایرانی هم نمیدونن که این حرفا و این سیاست بازی ها قربانیش خود کشور ایرانه. و اگر به اصطلاح سوریه سقوط کنه، تمام نیروی سیال مزدور درست کردن، یعنی ارتش مزدور که به نام تروریست ها شهرت دارن، این نیروی سیال عین همین اوباش فاشیست که هر جا به کار برده می شد، اینا را امروز در لیبی، امروز در عراق، امروز در سوریه، فردا به شما قول میدم اگر در سوریه معدوم بشن یا چی میگم شرایطی به وجود بیاره که رای جز فرار نداشته باشن، بخش عمده شون رو همین بازیگران بین المللی، یعنی آمریکا، عربستان، قطر و اینها میفرستن افغانستان. یه بخشش لیبی، ولی بخش مهمش افغانستانه. پاکستان استقبال میکنه. چرا؟ چون در نبرد با هند احتیاج به این اوباش حاضر داره. عربستان هم پولش میده. چون در نبرد آمریکایی‌ها، چون در نبرد با چین احتیاج به این اراذل و اوباش دارن که منطقه سینکیانگ چین رو که ترکان ایغور در اونجا هستند رو با پانترکیزم و پاناسلامیسم قاطی کنند و بلوارا بندازن که تر چین و روسیه و اینها را جاده ابریشم رو مختل کنن. و این آلترناتیو سازی برای تسلط آمریکا بر دریاها، چینی ها راهن بر وضعیت زمینی رو انتخاب کردن. اونا باید اون منطقه رو ناهم کنن تا این طرح و این پروژه به شکست بکشه. چرا که این موفق بشه، گامی استوار محکم در جهت حذف یا ضربه زدن به موقعیت برتر نظامی سیاسی اقتصادی آمریکاست. یعنی راههایی به وجود بیاد که خارج از کنترل آمریکاست. آمریکا اتفاقا الان دیگه تسلط بر نفت تنها این نیست، الان تسلط استراتژیک بر خط لوله هاست، لوله های گاز و نفت. هر کسی تسلط داشته باشه برتری جهانیش حفظ میکنه، چون که هر وقت با منافعش انطباق نداشته باشه لوله ها رو قطع میکنه. حالا مجسم بکنید لوله های گاز روسیه را که یکی مثل از طریق دریا میره، یکی از طریق خاک اوکراین میره به لهستان، میره اروپا، یکی هم الان از ترکیه میکشن برن. آمریکا رسالت روی لولا رو داشته باشه، هم جلوی اروپا تو دستش هست، هر وقت خواست قطعش کنه در اینجا اروپا فلج فلج میشه و منابع عظیم درآمد روسا رو هم قطع میکنه.
تسلط هژمونی هست. با توجه به اینها برگردیم این داستان که بفهمیم اینها ابزارهای سالمی به کار نمیگیرند برای سلطه خودشون، اخلاقی نیستند. بدترین حالت این است که پوز اخلاقیات رو میدن، پوز ارزش ها رو میدن، ولی دقیقا عکس اون عمل میکنن. میبر انگلو آمریکایی، انگلو ساکسون ها در دفاع و سیاست خارجی نیروی محرکه پشت عملیات نظامی در آسیای مرکزی و خاورمیانه بودن. اونو جزئیات به اصطلاح بالکان، یوگسلاوی، یا سهم ایران چی بوده؟ دو چیز مشتیست به اصطلاح دختران زنان بیشوهر سیغهی نسیم سپاه پاسداران شده، چند تایی به جنتی هم رسید. به اتفاق جنتی فرمانده عملیات بالکان بوده، همین جنتی، این جرثومه فساد و الاخر. و راه های ترانزیتی در کوسوو برای مواد مخدر. داستان مواد مخدر فکر نکنید سپاه پاسداران، تمام سرویس های امنیتی آمریکا و انگلیس و اسرائیل هم آلوده هستن به این مسئله. اینا جار جنجال میکنن با جزئیات. اینجا میتونم بیان کنم چه کانال هایی ندارن و به خاطر همین هم میگم، به خاطر همین تریاک افغانستان نمیذارن جنگ تمام بشه. و اتفاقا حمله اخیر به اصطلاح طالبان با 200 نفر، 100 خورده 200 نفر چند هزار ارتشی افغانستان رو تارومار کردن. یعنی چی؟ مگر این 15 سال اخیر ارتش آمریکا آموزش این نیروهای افغانی رو بوده نداشته، مسئله چیه نپذیرفته بوده؟ چجوری بعد از 15 سال نتونسته نیروی رو به تربیت بکنه که حریف 100 نفر طالبان میشن؟ همزمان میبینیم که پاکستان حمله میکنه و اون نیروهایی که میخوان با دولت افغانستان مذاکره دستگیر میکنه. همین های بی ارتباط با هم هستن. وزیر یا معاون نظامی نخست وزیر رئیس جمهور افغانستان آقای دوستان، جنرال دوستان اعلام میکنه که اینها به زودی آقا تمام شمال افغانستان رو میخوان به طرف آسیای میانه، تمام تروریستان رو متمرکز کنن. این اخلاقیه؟ استفاده از تروریسم برای پیشبرد مقاصد، اونم چه تروریستی؟ وحشی، بربر و آدم کشتری که راحت سر میبرن. این اصلا خواهش میکنم دوستان عزیز، شما که اینقدر با من میخواید اخلاقی صحبت بکنی، از لحاظ اخلاقیات، اومانیست، کودک، زن، نگاهیتون هم به اون طرف بندازید. ببینید اینا اخلاقیه که من نمیبینم. آیا به هم پیوستن بریتیش پترولیوم بی پی و شرکت نفت آمریکایی آماکو در قالب بزرگترین مجتمع صنعتی نفتی و نظامی جهان که به نام مجتمع انگلو آمریکایی انگلو ساکسون اینا متحد شدن، در پی جنگ 99 یوگسلاوی سامانه های هوافضایی بریتانیا به سر وارد بود میشن، برنامه ریزی جنگ رو سازمان میدن و میان جلو و پیش میرن تا ببینن که به سر از دل این مجموعه ها چه برمی آید. و بعدش هم میبینیم که این داستان 11 سپتامبر آمریکا و انگلیس چگونه عمل میکنن و کار رو به کجا میکشونن. خب در همین داستان به 11 سپتامبر سوال از خودتون پرسیدی، به اصطلاح 4 سپتامبر احمد برای دیدار رسمی وارد آمریکا میشه، به اصطلاح سرتیب محمود احمد رئیس سرویس های امنیتی پاکستان، رئیس مرکز جاسوسی پاکستان در واشنگتن. 4 تا 9 سپتامبر با همتای آمریکاییش جورج تنت رئیس CIA دیدار میکنه. پس سفر رسمیه، سفر شخصی نیست. 9 سپتامبر به اصطلاح شاه مسعود رو توی تنگه پنچیر میکشن، تصادفیه. کشندگان کیان؟ 2 خبرنگار که از انگلیس میان. آیا انگلیس اینجا نقشی نداشته؟ چرا همه تروریستا و همه اینا تو انگلیس هم؟ در چرا از خودتون سوال کردید؟ همه شون تو انگلیس هم، دفتر و دستک دارن، تمام تجزیه طلبای ایران هم تو انگلیس هم، همه شون از جریان بلوچ در انگلیس،
تا الاهوازی ها همشون تشکیلاتشون تو انگلیس، از خودتون پرسیدی برای تجزیه کشور من دارم اینجا تداره، تا به قول معروف تلویزیون معروفشون تو انگلیس باز همشون. نو سپتام ترور جنرال مسعود رهبر اتحاد شمال، بیانیه رسمی اتحاد شمال اشاره به این داره که به اصطلاح آی سی سی پاکستان و بن لادن و دستهای پنهانتر سی آی ای و آیزکس دست داشته تو این ترور. چرا؟ چون با شناختی که از شاه مسعود داشتن اونو نمیتونستن وارد پروژه های خودشون بکنن، اون مقاومت میکرد. وقتی هم دوچار تنگنا میشد میرفت تو دره استراتژی پنشیر، اونجا هیچ که حریفش نمیشد، هیچ کس، نه موشک میشه اونجا انداخت، نه هواپیما میشه بمباران کرد، اونجا رو به شدت با کمترین امکانات میشه دفاع کردش. میدونستن به اصطلاح چی میگن خرید ناپذیره یا خودش نمیفروشه به سادگی، ارزش های خودش رو حفظ میکنه. 11 سپتامبر حمله تروریستی به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون. 12 سپتامبر نشست میان سرتیپ احمد و ریچارد آرمیتاژ معاون وزیر خارجه، توافق بر سر همکاری پاکستان به دولت بوش موضوع همکاری بود. 13 سپتامبر احمد با سناتور بایدن، جوزف بایدن، همین آقایی که الان معاون اوباماست و همه کار هست، رئیس کمیته روابط خارجه دیدار میکنه. اما داستان چی است؟ رابطه این جنرال احمد رول هندیا لو میده. بس پنج شبه 13 سپتامبر پاول میپرسه آیا ایالات متحده پاکستان رو به چشم متحد نگاه میکنه یا همونطور که الگوهای تروریسم جهانی تأکید میکنه مکانی که گروه های تروریستی در اون فعال هستن. خب دستگاه جاسوسی روشن میکنه که آقا این رهبر این عملیات، عملیات 11 سپتامبر، این جوانه $100,000 از همین جنرال پاکستانی پول گرفته برای اجرای عملیات. آیا آمریکایی‌ها نمیدونن؟ آیا دستهایی در کار بوده؟ همونطور که گفتم اینا آرزو یک پرهالبرگ دیگه میکردن. این پرهالبرگ شد 11 سپتامبر، پرهالبرگی به آمریکایی‌ها حمله شده، الان بهترین وضع رو به وجود آورده که جو شوونیسی در آمریکا رشد کنه، آمریکا، مردم آمریکا به مردم جهان مرعوب بشن و بترسن و چیکار بکنن؟ اوکی بدن برای حمله به افغانستان. افغانستان فکر میکنی برای بن لادن رفتن؟ برای تروریست رفتن. چون بعد از این حمله ما دیدیم تروریست اگر فقط در افغانستان یه پایگاه و جایگاه و کمپ و اینها داشت که آموزش میدیدن، سر تا سر خاورمیانه، موصل، شهر موصل دستشون، رقه دستشونه، بخش بزرگی از تمام سوریه دستشونه. پس اینا نمیخواستن مبارزه با تروریسم کنن، اتفاقا میخواستن این زنبور رو پخش کنن، این میکروب رو پخش کنن توی خاورمیانه. بکردن. حالا متاسفانه بسیاری از دوستان ما ساده لوحانه این تصور رو دارن، این تصور رو دارن که آمریکایی‌ها اومدن دموکراسی بیارن یا روسا اومدن. نه، شما اول قدرت رو بفهمید. قدرت، بازی سیاست، تولید قدرت، انباشت قدرت، مصرف قدرت، سه کلمه است و همه دارن از منافع ملیشون نگاه میکنن. اگر آمریکایی‌ها توی به اصطلاح سوریه شکست بخورن و حلب الان نقطه ثقل و کلیدی شده، اون موقع پیامدهای سنگینی برای آمریکایی‌ها در خاورمیانه خواهد داشت. به دنبال اون دولت مصر و ارتش مصر با روسا خواهد رفت، چون الان علائمش کاملا مشهود، پایگاه دریای هوایی قراردادش با روسا بستن و دولت مصر و مردم مصر و اون تشکیلات وارد شانگهای میشه و وارد بریکس خواهد شد، یعنی ائتلاف جهانی اقتصادی. با همکاری مصر و روسیه
به اصطلاح چون تنها کشوری که میتونه بحران لیبی رو حل کنه ارتش مصر به دلایل گوناگون تاریخی و نفوذ و اعتبار و ارتش سابق قذافی در صورت اینا ناصریست بودن و نوع ناصریست الان در مصر رو کارن. دولت مصر و ارتش مصر قوی ترین ارتش شمال آفریقا و خاورمیانه است. میدونید معناش چی میشه؟ توازن قوا کاملا تو خاورمیانه به هم میخوره. اما اگر روسا شکست بخورن در سوریه پیامدهاش برای روسا سنگین و هولناک خواهد بود، چون بحران اوکراین تشدید خواهد شد، بحران قفقاز، بحران آسیای میانه و این مجموعه زیر تنگنای شدید قرار میگیره. به خاطر همین هم است که روسا تا پای مرگ ایستادن، با تمام امکاناتشون وارد گود شدن. ناوگان رزناو بزرگترین رزناو جهان که اتمی است وارد خواب مدیترانه کرد. بزرگترین رزناو، بزرگترین ناو هواپیمایشون وارد شدن. موشک‌های شمالگارشون رو، کروز رو آزمایش کردن. بلافاصله موشک‌های اسکندر رو تو کالینینگراد اونجا مستقر کردن که اگر آمریکایی‌ها بخوان تهدید اتمی بکنن و جدی باشه، دو کشور نابود اول میشه در اروپا، لهستان و رومانی، چرا که اونجا سیستم‌های به اصطلاح ضد موشک آمریکا اونجا مستقر شده تا جلوی پرتاب موشک‌های روسا رو بگیره. این دو تا کشور اول از همه نابود میشه. تصادفی نیست که ترس و هراس تو آلمان هست. در سوئد امروز مردم سوئد یا دولت سوئد در سوئد شروع کردن همون کاری رو که در آلمان کردن، ذخیره آب، ذخیره فلان، قطع اینترنت و اینها رو آموزش دارن، اینه که اگر شو چیکار باید بکنی. یعنی اوضاع خطرناکه، جهان در پرتگاه و رو در روی جنگ اتمی است. اتحادیه کره شمالی شوخی نیست که کشور اتمی است که گفته اگر تهدید اتمی بکنید من اقدام پیشگیرانه نمی کنم، اقدام ضربتی خواهم کرد، ضربه اول من خواهم زد. و تصادفی نیست که این همه فعل انفعالات اتفاق می افته. در روسیه 40 میلیون تمرین نظامی می کنن برای شرایط جنگ اتمی. چرا اتفاق افتاده؟ خب برای که آمریکایی‌ها ابزار تروریسم رو به طرز خطرناکی دارن استفاده میکنن. جنرال احمد، همین محمود احمد، رئیس سرویس امنیتی پاکستان، در واقع در 4 سپتامبر، درست 7 روز پیش از حمله تروریستا وارد ایالات متحده شد. یادم باشه که هدف از جلسه او در وزارت خارجه در 13 سپتامبر چه بوده؟ یادم باشه که هدف این چه بوده؟ پس از حمله های تروریستی 11 سپتامبر این پدیده علنی شد. یعنی آنگاه که دولت بوش تصمیم گرفت در مبارزه با تروریسم بین‌المللی رسما خواستار همکاری با پاکستان بشه. یعنی خودشون بازی رو میندازن، بعد همکاری برای حمله به افغانستان و برای اون به افغانستان مردم بدبخت و اینا. منم براش مهم نیست، دموکراسی براش نمیخواد، نمیخواد هیچ کاری اونجا. اونجا موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان به شدت بالا هست. چرا؟ برای که چند کشور متخاصم در اونجا هم به اصطلاح سیستم های موشکی آمریکا اونجا بخواسته مستقر بشه. کجا؟ برای شوروی، روسا، برای چینی ها، برای ایران و در صورت برای هندی ها. چون در صورت نشون دادن هندی ها که همکاریشون با روسیه و شوروی سابق و روسیه امروز استراتژیکه، چرا که در همین کنفرانسی که در هندوستان برگزار شد قرارداد سنگین نظامی تسلیحاتی بین روسیه و هندوستان برگزار شد. نویست هلیکوپتر خریدن. چرا؟ چون میدونیم که هلیکوپتر ها همیشه توی جنگ های نامتقارن خیلی کاربرد داره. همونطور که هلیکوپترها در شوروی در افغانستان برای تروریست ها اقدام میکرد، تا اینکه آمریکایی‌ها برای نفی و دفع اون موشک های استینگر دوش پرتاب رو در اختیار طالبان و القاعده و اینها دادن که این هوانیروز روسا رو به شدت آسیب زدن. الان پاکستانی ها میخوان از طریق این تروریست های خودشون و تروریست های اعزامی به کشمیر نفوذ کنن و یکی از راه های مبارزه با اینا همین هلیکوپترها هست. و یا استقرار موشک های S-300 در هندوستان. چرا تصادفی هست؟ همه این
حالت مسابقه تسلیحاتی هنگور وحشتناکی به وجود آمده. همه دارن اسلحه میخرن، همه سیستم های دفاعی روسا را میخرن، از مصری ها گرفته تا ایرانی ها گرفته تا در سوریه تا هندوستان تا چین، همه دارن این کارو میکنن. وضعیت پس بنابراین خطرناکه. به اتفاقا همش هم از 11 سپتامبر آغاز میشه با هدف معینه مداخله جویانه. بعد از حمله های تروریستی 11 سپتامبر علنی شد که اینا چی بکار میکنه. گزارش های روزنامه هم تایید میکنه که سرتیپ محمود احمد در 12 و 13 سپتامبر دو نشست با ریچارد آرمیتاژ و معاون وزارت خارجه داشته. بعد از 11 سپتامبر سناتور بایدن، جوزف بایدن، و این رو تمام روزنامه اون موقع اندیان تایمز و حتی نیروهای دیگه هم گزارش داده بودن در مورد 11 سپتامبر. شنوده در آلمان، دستگاه امنیتی آلمان، روسا حتی اطلاع داده بودن که این اتفاق برای میفته. اینا خودشون گذاشتن اتفاق بیفته، لازم داشته اتفاق بیفته. در صورت من با توجه به این توضیحات خیلی از این بارها گفتم، سیاست آن چیزی نیست که تبلیغ می شود، اینا سیاست ابلاغی است. آقا ما برای حقوق بشر ناچاریم تو ایران جنگ کنیم، ما به خاطر حقوق بشر ناچاریم فلان کنیم، اینا رو بذار کنار. باید بری نیت اون دولت، استراتژی، دکترین اون دولت رو بفهمی تا بفهمی این تبلیغات چی میگه و چه پاراپاگاندی به وجود آورده و اینها نفعشون در چیه، برای چه مقاصدی دارن این کار رو میکنن. با توجه به این توضیحات مسئله قدرت نرم همیشه استتار کننده قدرت سخته. قدرت نرم چیزهایی است که قدرت سخت رو استتار میکنه. مثلا فرض کن قدرت نرم یکیش همین حقوق بشره، یکیش مؤسسات مدنی هست، فیلم ها هست. آمریکای هر کاری بخوام بکنن اول این کار رو تو هالیوود میکنن. تو هالیوود اون موقع که مثلا نقشه حمله به ایران هست، یه مرتبه فیلم چی بود، کمیته 300 رو درست میکنم که به شدت نجات پرستان است، ایرانی ها را سیاه پوست معرفی میکنه، که حتی سرصدای این مرد شریف آفریقای جنوبی ماندلا را در آورد. این کار کثیفه. ایرانی ها را به اصطلاح سیاه پوست معرفی میکنن که وحشی بربر هستن و یونانی ها مظهر تمدن غرب هستن و در نتیجه کشتن این بربرها ضرورت داره. یا میخواستن به ایران حمله کنن، فیلم بدون دخترم هرگز و کتاب به اصطلاح بدون دخترم هرگز رو بر علی ایرانی ها نوشتن که آقا ایرانی ها ضوابطشون با زن اینجوری نمیگن، بر علی آقا بس هم بخشی از ایرانی ها یا قشرهای متعصب اینجوری هستن. چرا؟ فردا که میخوان ایرانی ها رو بمباران استراتژیک کنن، مردم غرب خوشحال باشن. این فیلم های وستر که اول یه دزدی رو نشون میدن بسیار خشن و بسیار آدم پلیدی هست، تا جان وین بیاد و بعد همه خوشحال بشن، دست بزنن که این داره چیکار میکنه، سرخپوستا رو میکشه، این داره دزدا رو میکشه. این اصل ساده به اصطلاح سینمای هالیوود بر پایه این است. همه سناریوهاش تقریبا اونجایی که بوی تجاوزکارانه داره همش از این اصل نشأت میگیره. همه فیلماشون، فیلمای بسیار، فیلمای هنرمندانه هم داره، فیلمای انسانی و اومانیستی داره، ولی الان به شدت کاهش پیدا کرده و بیشتر رانگو و بانگو و جنگ ستارگان و اینجور چیزهایی که به اصطلاح همیشه این دشمنان میخوان به آمریکا حمله کنن و یه مرتبه یک قهرمان پیدا میشه و همه چی رو نجات میده. با توجه به این توضیحات ایالات متحده طی 8 سال گذشته تا اندازه زیادی قدرت نرم خودش رو از دست داده. علت این افت چی است؟ برای اینکه اعمالی انجام داده که دیگه قدرت استتار اون رو نداره. کجا؟ در عراق چیکار کرده؟ خب مثلا زندان ابو غریب چجوری میتونه توجیه کنه که 49 سرباز آمریکایی به یک زن عراقی تجاوز کنند در زندان گوانتانامو؟ اون عکسای وحشتناکی که از شکنجه آمد بیرون توی زندان گوانتانامو، توی زندان ابو غریب،
چه اتفاق این ارزش های آمریکایی است. خب پس بنابراین اینها مشخصه، قارت قارت تمام عیار موزه های عراق که آثار باستانی عظیمی از دوران حمورابی و از دوران سومریان و از دوران آشوریان و اکدیان و همین هم منطقه تمدن بین النهرین بوده، دوران اخامنشیان و ساسانیان و همه دوران همین هم اونجاست، همین هم دزدین هم بردن. این ارزش آمریکایی دزدن یا اومدن دولت رو منحل کردن فقط یه وزارت خونه، وزارت بهداشت چی کار داشتی؟ وزارت آموزش پرورش، وزارت آموزش عالیشون چه تعطیل کردی؟ فقط یه وزارت خونه هم وزارت نفت، برای نفت و بعدی دیگه چه دیگه. حالا من تعجبم از ایرانی های اون دست، از ایرانی هایی که به توجیه پلید این سیاست ها میخوام بپردازن دیگه، اینقدر آشکار هست که قابل دفاع نیست. اینا ارزش های عجیب و غریبی است که برخلاف ادعای جورج بوش رئیس جمهور گذشته آمریکا، بیزاری اونها بیشتر به دلیل کرده ها و عمل کرده های خود این دولت هاست، نه اینکه ناشی از مثلا نفرت ذاتی مردم خاورمیانه نسبت به آمریکا. اتفاقا بعد از حوادث مصر تمام سکولارهای مصر نفرت دارن از آمریکا. چرا؟ چون آشکار به چشم خودشون دیدن که آمریکایی رفتن پشت اخوان المسلمین، دیدن دیگه. مردم ترکیه همین وضعیت، مردم عراق دیدن که دولت سکولار است، مردم لیبی در ناز و نعمت حداقل به رفاه مادی کامل داشتن، همه چی رو نابود کردن، اون الان عصر طلایی براشون، بی خانمانی است، در بدری است، صدها هزار لیبیایی که مرفه ترین مردم خاورمیانه و آفریقا و شاید مردم جهان بودن، چون رفاه مادیشون بی نظیر بود، نابود کردی. حالا انتظار داریم میلیون ها مردم لیبی های آمریکا آمریکا بکنن؟ خب همه از شما نفرت دارن، شما کشورشون رو بیروز انداختید، شما پولاشون رو غارت کردید، شما 370 میلیارد دلار پولشون رو دزدیدید، شما طلاها رو دزدیدید، شما این وضعیت رو موجود آوردید. با توجه به اینها من فکر میکنم حالا این بحث رو نتونستم متاسفانه ببرم روی متمرکز کنم روی زوال و قدرت آمریکا، فقط اینو بگم که قدرت آمریکا برخلاف جنگ جهانی دوم که یه قدرت واقعی بود، بیش از 50% تولید ناخالص جهان رو داشت، دلار آمریکا معتبر بود، پشتوانه طلا داشت و قدرت وام دهنده بود، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بعدا سازمان تجارت جهانی، اینا ابزارهای سلطه مالیش بود و میتونست یه قدرت مخوف نظامی رو تو ام با جاذبه های اقتصادی و سبک زندگی آمریکایی و آلی هالیوود هم تو اوج به اصطلاح چیز خودش بود، به عنوان تولیدات جاذب خودش بود و این دوران رو من میبینم که یه دوران اقتدار آمریکاست، دورانی است که فقط هژمونی خودش رو بر اساس اون چیزی که گرامشی میگه، فقط زور و سلطه نیست، هراس دولت هایی که یا خود جهانی که فقط بر پایه هراس بخواد چیز بکنه و نتونه قدرت نرمش این قدرت جهانی یا یه دولت رو مشروعیت بهش بده، اخلاقی کنه، مورد پذیرش جامعه کنه، بتونه توضیح بده و از این ارزش ها، اون قدرت سلطه‌گر میشه، اون قدرت بربر میشه. ولی در بعد از جنگ جهانی آمریکایی‌ها در صورت این امتیازات رو داشتن، هر کس وام میخواست میرفت آمریکا، هر دولتی دستش هم پر بود وام میداد و راهش هم بد نبود. تر مارشال برای اروپا با 25 میلیارد دلار بسیاری از اون وضعیت شوک آور ناشی از بعد از جنگ رو در صورت همین تر مارشال نجات داد. ولی خب آمریکایی‌ها سهام خریدن در بخش بزرگی از صنایع اروپا، بخش شیمیایی، بخش فیزیک، بخش خودروسازی، تمام صنایع رو خریدن یا سهامدار عمده شدن. همه در ژاپن همینجور سهامداران اصلی صنایع ژاپن آمریکایی‌ها شدن و این حضور و سلطه رو داشتن و قدرت نرمش هم عمل میکرد.
یک نوع پذیرش هم به وجود میاره. قدرت نرم که درست سلطه داره، ولی این امتیازات هم داره، این مجبور هم داره. اینو گرامشی میشه بگه هژمونی. اما اگر روشنفکر به اندازه کافی دولت نداشته باشه که قدرت رو توریزه کنه، توضیح بده، قانع کنه مردم رو، اگر اون دولت جاذبه های لازم رو نداشته باشه که امنیت شهروندانش رو تامین کنه، یا دولت آمریکا امنیت جهانی رو تامین کنه و به اصطلاح قدرت مالی نداشته باشه کافی و اینها، همین قدرت ها وقتی که ضعیف شد هی برای حفظ بقای خودش قدرت نظامی رو باید حفظ کنه. آمریکا الان توی وضعیت، یعنی تمام جاذبه های خودش از دست داده، اون ارزش هایی که بهش چیز میکنن دیگه، خودشون تو آمریکا هم دیگه مردم گول نمیخورن، چهره واقعی سیاست برملا شده، رو شده که آقا اینا یه مش باند مافیایی هستن، به قول جیمی کارتر دیگه آدم معمولی نیست، آقا اینا یه مش اولیگارش هستن. یعنی الان آمریکا برای حفظ برتری خودش چکار کنه؟ فقط سخت افزار. سخت افزار چیه؟ نظامی، ارتش، سلاح. و این باعث میشه که روز به روز یعنی فروپاشی آمریکا تسریع بشه، دیگه کسی از سلاح آمریکایی هم نمیترسه. اینا هی تهدید کردن که پوتین بترسه عقب نشینی بکنه، دیدن برعکس شد، رفته 300 آورده، 400 آورده، ناوگان اتمیش آورده، فرار بین آمریکا و اروپا به وحشت افتاد. یعنی دیگه الان از سلاح کام کسی نمیترسه. نرم افزار هم که داری، قدرت مالی چین الان مغروز هستی به چینی ها. توازن تجاریتون هم کاملا به نفع چین به هم خورده، بیش از 2000 میلیارد طرفکار از شما، بدهکاری داخلیتون هم که وحشتناکه، 600 میلیارد دلار هم که کسری بودجه داری، اونم نظام به اصطلاح بهداشتی تو داخلی تو اینا. اینو با در صورت این وضعیتی است که ما باشت چیز هستیم، امیدواریم که فقط یه عقل سلیمی در آمریکا به وجود بیاد، نه این کابینه نفرت انگیز افریته مرگ، بلکه عقل سلیمی که آقا دیگه دوران اقتدار مطلق تمام شده، جهان چند قطبی است. اگر این رو بپذیرن آمریکایی ها، جهان با آرامش میره، به ثبات میره، به تعامل میره، به گفتگو میره، به همکاری میره و این خطرات و تروریسم و مولیسم هم محو میشه. ولی تا آدمی که بخواد هژمونی تک قطبی ایجاد بکنه، خودش تروریست ها رو تربیت میکنه، مجهز میکنه، چون ابزارش هست، ابزار سیاستش هست. سپاسگزارم. متشکرم. ممنون. سپاسگزارم. ولی آقای رئیسی، این فرمایشات شما که میگی، ولی آمار و ارقام براستی از باب اقتصاد در آمریکا نشون میده که وقتی آقای اوباما حکومت رو یا دولت رو به دست گرفت، آمریکا در شرایط ورشکستگی بود، یه واقعیت. شرکت AIG اعلام ورشکستگی کرد، یعنی بزرگترین شرکت بیمه جهان اعلام ورشکستگی کرد، صنایع ماشینسازی اعلام ورشکستگی کردن در یه چنین شرایطی. اوباما حکومت رو به دست گرفت، امروز اون شرایط تغییر کرده. اون روز نرخ استاک توی آمریکا رو ردیف 6000 بود، الان بالای 18000 پوینت و در نتیجه از نرخ بیکاری 11% رو به زیر 5% رسونده و همونطور که در مقدمه هم گفتم، معتقده که ما قدرت بزرگ هستیم، نیازی به اینکه پا و چکمه سرباز آمریکایی رو به جای ببریم نداریم، ما از قدرت سیاسی رو میتونیم استفاده کنیم. در مورد چند قطبی شدن هم آمریکا معتقده که، بزرگان آمریکا معتقدن که همونطور که اوباما گفت، ما پلیس جهان نیستیم، یعنی بپذیریم که بایستی در تعامل با جهان مشکلات رو حل کنیم. به هر حال از حضور در برنامه ممنون و سپاسگزارم، تا فرصت دیگر که با شما گفتگو کنیم. متشکرم، ممنونم از شما. بله، صحبت‌های آقای رئیسی رو با هم دیگه شنیدیم، امیدوارم این گفتگوها کمکی بکند به ما. و من از شما واقعا همونطور که در مقدمه‌ام خدمت عرض کردم، بدانید که آدم ها گونه های مختلف می اندیشن و این قضاوت عمومی است که در حقیقت تعیین می کنه. داشتم با آقای لیمونادی نازنین صحبت می کردم
و ایشون هم در حقیقت ابراز خوشحالی میکرد و میگفت بیشتر کار کن، بیشتر کار کن، برای اینکه در نقطه ای هستی که نیاز هست که بیشتر کار کنی. و فعالیتی که تلویزیون میهن جا این هیچ نیست الا حضور و وجود شما مخاطب، هر نشریه هر رسانه‌ای رو مخاطبش ارزش براش میذاره و من خوشحالم که میتونم در خدمت شما باشم و خرسندم از اینکه شما مخاطب برنامه‌های ما هستید. ازت ممنون و متشکرم. لطف کن لینک های برنامه رو از طریق فیسبوک و توییتر و گوگل پلاس و نمیدونم بالاترین و ایمیل لیست و هر جوری میدونی به دوستانتون برسونی. برای دسترسی به خبرها، ویدیوها، لینک های مرتبط دعوت میکنم که به مردم ریپورت مراجعه کنید. اون یک صفحه ایست بی تبعیض که همه لینک ها و ویدیوها رو در یک صفحه جمع کرده و در اختیار من و تو قرار داده، به صورت راحت الحلقوم است. و نکته آخر مسئله مالی کف زیاد کمکی نمیکنه. تاج اصفهان خواننده شهیر ما یه روز روی صحنه رفت و دست کرد تو دوتا جیبای شلوارش و جیبای شلوارش رو بیرون کشید و گفت جیبای تاج آپر از کف است، فقط برای ما کف زدن. ولی ما نیازمند حمایت مالی هستیم. لطف کنید در این زمینه یاری رسان ما باشید، ما رو مدد برسانید تا بتونیم این راه پرپیچ و خم رو همراه شما نازنینان ادامه بدیم. از همراهید ممنون و متشکرم. سپاسگزارم.